أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله احمده و استعینه و استغفره و استهدیه و اومن به و لا اکفره وأعادي من يكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم ودنو من الساعة وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. عباد الله أوصيكم ونفسي به تقوى الله. خداوند علی اعلا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن یادآوری میکنم و تذکر میدهم. امیر بیان، محور حق، قرآن ناطق، امام سفید رویان، لنگر زمین و آسمان علیه افضل و صلوات المسلین در خطبه 16 نهج البلاغه میفرماید: آنچه میگویم با عهده میگیرم، ذمتی به ما اقولو رهینه و خودم به آن پایبندم و انا بهی زعیم. کسی که عبرتها برای او آشکار شود، این من سرد له العبر، و از عذاب آن پند گیرد. تقوا که به معنای خیشتنداری و پروا پیشه کردن است، او را از سقوط در شبهات نگه می دارد. این من سرعت له العبر بین یدیه من المثلات حجزه التقوى ام تقهم الشبهات. نمازگزاران عزیز، به خودم و شما از باب وظیفه و تذکر عرض می کنم، ما در زندگی لحظه به لحظه در مسیر ضرر و زیان و آسیبیم. عمر ما در حال مصرف شدن است. تنها چیزی که میتواند ما را در مسیر سعادت، هدایت، خوشبختی قرار بدهد، توجه به نظم و تقوا است. امید است که هممان به این تذکر دقت داشته باشیم و آویز جان و دل من قرار بدهیم. خطبه اول را با بحث که هفته گذشته تحت عنوان درهای بهشت و درهای جهنم با استفاده از آیات قرآن شروع شد ادامه می دهیم. خطبه دوم مناسبت‌های بین المللی و اسلامی و تاریخی و مذهبی است، با اونها می پردازیم. موضوعات اجتماعی هم از
موضوعات است که در خطبه دوم باید مطرح کنیم. امروز 11 آگوست است، 6 آگوست افکندن اون بمب شیمیایی که باعث قتل میلیون ها انسان شد از موضوعات است که با اون اشاره خواهیم کرد. مسئله حقوق بشر و بندهای از این نامه و عهدنامه‌ای که اسلام قبل از اینها به او پرداخته بود، از همه مهمتر 25 ماه محرم که فردا شنبه است، امروز 24 است، مصادف است با شهادت 4 امام همام اختر فروزان آسمان ولایت حضرت علی ابن الحسین. انشاءالله به این قضیه هم اشاره خواهم کرد. اما بحث خطبه اول، اگرچه در قرآن این بحث به صراحت آمده که جهنم 7 در دارد، لها 7 ابواب، از هر دری افراد ویژه‌ای را به جهنم وارد میکنند، تعداد درهای بهشت در قرآن نیامده. آیات قرآن اگر ملاحظه بفرمایید، در 15 آیه قرآن عبارت ابواب آمده. یک در در لفظ عربی باب گفته می شود. انا مدینة العلم، پیغمبر فرمود من شهر علمم و علیون بابها، علی دروازه این شهر است. و من اراد المدینه، هر کس می خواهد وارد شهر علم شود، فلیعتها من بابها، باید از در وارد شود. در آیات قرآن بحث باب در فراوان است. در 15 آیه بحث ابواب است، یعنی درها. درباره بهش به صراحت با عدد خاصی نداریم که 8 در داشته باشه، اما در روایات آمده که درهای بهش بیشتر از درهای جهنم هست. چرا؟ چون رحمت خداوند از غضبش بیشتره. علی القاعده انسان ها باید بهش بروند، اصل بر اینه. اگر جهنمی می شوند به خاطر بی‌نظمی است، به خاطر بی‌توجهی است، به خاطر افسار گسیختگی است، و الا خداوند می فرماید بهشتی که پهناش از آسمان و زمین بیشتر است. قرار بر این است که این بهشت انسان ها بهره ببرند. اما در بعض از آیات ابواب بهشت آمده. یکی از سوره های قرآن سوره مبارکه زمر است، 39 سوره قرآن، دارای 75 آیه است. 2 کلمه زمر در این آیه آمده. زمر یعنی جمعیت. در بیان کلمه زمر لغوی ها نوشتن زمر یعنی جماعت متتابعه، افراد زیاد. گاهی دیدین مثلا مکه معظمه سیل جمعیت دور خانه خدا میچرخن. یا مثلا شما زیارت اربعین که مشرف بشوین، خب سیل جمعیت سرگها رو میپوشانه. جماعات متتابعه هست به ترتیب درجات کفرهیم. فردای قیامت جهنمی هایی که قرار جهنم بروند به ترتیب جماعت های کلانیست وارد جهنم میشن، و بهشتی هایی هم که بهشت میروند اینا هم به ترتیبه. من دوستان نماز جمعه را ارجاع میدم به سوره مبارکه زمر که 75 آیه داره. از آیه 71، 72 و 73 که آخرای سوره است یک نگاهی بفرماین. در اینجا 3 آیه 3 بار ابواب آمده. در آیه 71 ابواب جهنم است، در آیه
72 درهای دوزخ معرفی میکنه به شکل دیگری و در آیه 73 درهای بهشت مطرح میکنه. من فرصت نیست بخوانم، فقط ترجمه ش عرض میکنم. آن روز که به خدا، آن روز آنانی که به خدا کافر شدند، تعبیرش اینه وسیق الذین کفروا. اگر دقت کرده باشین سربازا را وقتی میبرن و سربازی میگن سوق و اداره شدن، یعنی جهت حرکتشان مشخص شد. خداوند میفرماید آن روز آنانی که به خدا کافر شدن فوج فوج به جانب دوزخ رانده میشون. وسیق الذین کفروا الی جهنم زفرا زمرا، اونایی که کافر شدن به سمت جهنم هدایت داده میشن. آیه که بحث درهای بهشت مطرح میکنه، دقت کنیم، وسیق الذین تقوا، رانده شدن اونایی که با تقوا بودن، الالجنت زمرا، اینا به سمت بهشت هدایت داده میشن، جمعیت فراوان وارد بهشت میشه. خب این اصل بحث قرآنی. حالا بخوایم یک مقدار روشنتر و به زبان خودمان این بحث دنبال بکنیم، شاید خیلی ها فکر بکنن بهشت یک شهریست. خب در کجاست این شهر؟ جهنم یک آدرسیست، کجا هست؟ خب ما رو میگذارم قبر. خب آقایان علما هستن میگن قبر تو یا باقی از باقای بهشته یا گودال از گودالای جهنم. پس خود این روایت میرسنه که کردار ما در دنیا بهشت سازه، عمل کرده ما در دنیا جهنم سازه. اصلا باید به این مقوله ها بیاییم، بحثای کلام قرآن رو دنبال بکنیم. ما جامعه همانه باید با بیان قرآن واقعا آگاه کنیم. جهنم اینطوری نیست که بری یک انفجار بدی و بالاخره صدها آدم رو نابود بکنی بعد بگی آقا من میرم بهش، اینطوری نمیشه. آیات اینه قبول نداره. واقعا قرآن مظلومه. هفته گذشته من این روایت از پیغمبر صلوات الله علیه اینطوری نقل کردم، این هفته دیدم نه زمینه خوبیست، الحمدلله جوانها خواهرها برادرها با این همه اخلاص و آمادگی در رفضای واقعا معطر نماز جمعه شرکت میکنن، اینجا با معارف آشنا شوم. پیغمبر فرمود المعروف، کار خوب، کار خوب که همه عقلای دنیا خوبیش قبول دارن. المعروف باب من ابواب الجنه، کار شناخته شده ای به خوبی. آقا به فقیر کمک کردن هر جای دنیا بری خوبه، به تشنه آب دادن هر جا بری خوبه، مریض درمانده را مداوا کردن کار خوب همه دنیا هم قبول داره، جنگ را خواباندن اصلاح کردن، دشمنی را تبدیل کردن به دوستی، کینه را تبدیل کردن به محبت، این یک عمل معروف شناخته شده جهانی است. پیغمبر فرمود اگر میخوای بهشت بری یکی از درهاش اینه کار خیر انجام بده. المعروف باب من ابواب الجنه. آقا دنبال در بهشت کجا میگردیم؟ بهشت در خانه ماست. ما 50 سال با همسرمان زندگی میکنیم، ببینیم چطوری زندگی میکنیم. خب پیغمبر فرمود خدا بهشت حرام کرده بر انسانی که فحش میده، حیا نداره. ان الله حرم الجنه،
خدا حرام کرد بهشته علا کل فحاش، هر فحش دهنده، هر فحش دهنده. اینطوری نیست که با پوزش اگر یک معلم یک روحانی فحش داد بگیم که خلاصه فحش روحانی دیگه اشکال نداره. علا کل فحاشین، من یه دو تا روایت انتخاب کردم برای دوستانی که در این فضای معطر و زیبا شرکت کردن، لازم میدانم بخوانم بحثم روشن بشود. خب میدانین جبرئیل با پیامبر رابطه داشت، سه آیه در قرآن جبرئیل معرفی کرده، اگر کسی جبرئیل قبول نداشته باشه کافره. خب قرآن به پیغمبر جبرئیل می آورد، به تعبیر دیگر امین وحی بود. یک روز پیغمبر از جبرئیل سوال کرد، سأل نبینا جبرئیل. یک روز پیغمبر از جبرئیل سوال کرد، جبرئیل ملائکه ها میخندن و میگرین یا نه؟ خب ما گاهی میخندیم گاهی میگریم، آیا ملائکه هم خنده و گریه داره؟ هل تضحك الملائکه و تبکی؟ پیغمبر سوال کرد، آیا ملائکه میخنده و میگریه؟ جبرئیل گفت بله نعم. گفت یا رسول الله، سه جا ملائکه ها میخندن و سه جا میگرین، تضحك فی ثلاث تعجبا و تبکی فی ثلاث ترحما. خب معمولا خنده جاییست که آدم تعجب میکنه دیگه، گریه جاییست که آدم دلش میسوزه. حضرت فرمود که میخنده و میگریه، جبرئیل گفت بله یا رسول الله، سه جا میخنده از تعجب، سه جا گریه میکنه. برای که فرصت من کم است، فرمود اولین جایی که ملائکه میخنده کسیست که از صبح تا شب بیهوده کار میکنه، زندگیش مرتب نیست، رفتنش، کار کردنش، رفاقتش برنامه نداره. جوانای عزیز دقت کنین، اسلام اینه. فرمود که کسی که سراسر روز بیهوده است، نماز عشاش هم میخونه دوباره شروع میکنه به بیهودگی. آقا این فضاهای مجازی باید درست استفاده بشه، تلویزیون، رسانه، این امکانات قرار نیست که ما بیهوده زندگی بکنیم. بعضی وقتا ساعتها روز شب ادهی بیهوده دارن کار میکنن. فرمود که حالا نمونش من میگم، بعد از نمازم شروع میکنه به بیهودهی، ملائکه شروع میکنه بخندیدن، میگوید از صبح تا شام از بیهودگی سیر نشدی، حالا شبم شروع کردی به بیهودگی. ما اگر بخوایم اقتصاد خوب داشته باشیم، پیشرفت داشته باشیم، امنیت داشته باشیم، اختراع و صنعتمان ترقی بکنه، باید حساب شده کار بکنیم. خب شنیدیم، همه من بلدیم کار نیکو کردن از پر کردن است. اینجا یکی از جایی است که ملائکه میخنده. ببینین چقدر اسلام اجتماعیه. دومین جایی که ملائکه میخنده، دهقانی که به بهانه اصلاح زمین، خب زمین ها معمولا دهقان غیر دهقان زمین ها مرز داره دیگه، خب زمین ما با همسایه ما شریکه، یک مرز مشترک داره دیگه. دهقان به بهانه اصلاح زمین خودش ای زمین همسایه را به سمت خودش میکشه. الان ببین چقدر دعوا است، چرا اینقدر بی برکتی است؟ ما آب داریم، خاک داریم، چرا اینقدر گندم ما وارد کنیم؟ دلیلش چیه؟ پیغمبر فرمود که جبرئیل دومین جاش کجاست؟ فرمود که اونجایی که دهقان به بهانه اصلاح زمین مرز مشترک زمین به سمت زمین خودش اضافه میکنه، ملائکه به اون میخنده، میگه این همه زمین سیر نشدی، حالا میخوای زمین همسایه رو غصب کنی؟
یکی از مشکلات امروز جامعه امینه. جامعه اسلامی نه فقط با ضرب زور باید در مقابل قضایا خودشان عیار بکنن، باید با استفاده از فرهنگ، از تربیت قرآن. سومین جایی که پیغمبر وقتی سوال کرد جبرئیل فرمود که ملائکه ها میخندن، زنی که در زندگی خودش از نامحرم نمیپوشانه، تا جوان تا زنده است رعایت نمیکنه، وقتی میمیره این زن ای خلاصه و پارچه کفن میکنن، لباس روش میریزن، بعد وقتی دفن کردن خیلی احتیاط میکنن، میگن نامحرم نبینه. جبرئیل میخنده میگه او زمانی که رغبت به ای بود خودش به نامحرما نشان میداد، حالا که مرده دیگه مردم ازش متنفره. اصلا زندگی ما خودش بهشت و جهنمه برای ما مشخص میکنه. وقتی جلسه نماز جمعه را زیاد نگیرم، این روایتی که تکمیل صحبتم باشه خیلی جالبه و شاید یکی از عنایات خداوند باشه. پیغمبر فرمودن من برای کسی که اینا را رعایت بکنه ضمانت میکنم، ضامن پاسخگو است. پیغمبر فرمود من ضمانت میکنم یک خانه در اول بهش. بعض وقتا دیدین آقای باغ داره، مثلا 50 جریب باغ، اول باغ، وسط باغ، بالای باغ. پیغمبر فرمود من یک خانه در اول بهش، یک خانه در وسط بهش و یک خانه هم در بخش بالا و پایانی بهش. خلاصه ضمانت میکنم. دقت کنین برای کی؟ برای سه نفر، یا برای کسی که سه چیز رعایت بکنه. یک، برای کسی که جدال بی مورد نکنه. الان شبکه ها رو ببینیم چقدر جداله. آقا ای او رو مشرک میگه، او ای رو مشرک میگه، ای او رو متهم میکنه و ای رو متهم میکنه. پیغمبر فرمود من برای کسی که جدال بی مورد را رها بکنم ولو حق با این آدم باشه. آقا جدال فایده ای نداره. حضرت فرمود من اول بهشتم براش خانه در بهشت ضمانت میکنم، وسط بهشت، آخر بهشت. دوم، کسی که دروغ نگه. تعارف هم میگذاریم کنار، چند سیاست مدار داریم در کشورمون که دروغ نگه، چند تا روحانی داریم که واقعا دروغ نگه، چند تا رهبر داریم. لأکون مع الصادقین، ما باید با راستگویان باشیم. پیغمبر فرمود دومین کسی که اول و وسط و آخر بهشت من ضامنش هستم، به اونجا براش خانه بدم، کسیه که دروغ نگه، حتی به شوخی هم دروغ نگه. که مجریه خلاصه عزیز من قبل از خطبه هم یه حدیثه اشاره کردم، به شوخی هم دروغ نده. سومین، کسی که اخلاقش نیکو باشه، هر کی با او رفت آمد میکنه، سلام میکنه، لذت ببره. اینک لعلی خلق عظیم، پیغمبر اخلاقش بزرگ بود. بهشتی را که خدا در قرآن معرفی کرده وسیق الذین اتقوا الی الجنت زمرا، اونایی که با تقوا هستن به سمت بهشت رانده می شوند، جماعت جماعت، گروه گروه، راهاش هم ایناست. خیلی ها فکر میکنن ما در زندگی من دروغ بگیم، ظلم بکنیم، خدایا ما را خودت نجات بده، بعد وقتی مردیم یه دفعه درهای بهشت بر روی ما باز میشه. نمیشه. اعمال ما، کردار ما، فکر ما، اینا بهشت ما و جهنم ما را میسازه. خدایا ما را با قرآنت بیش از پیش آشنا بگردان، دلهای ما به نور ایمان، به نور قرآن، به ولایت
عذرات معصومین بیش از پیش منور بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدیقة الطاهرة وعلى الحسن والحسین وعلی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح ائمة المؤمنین. بار دیگر خودم و شما عزیزان را به رعایت تقوا و پروا پیشه کردن سفارش میکنم. کسی که تقوا را حفظ بکند خودش را در همه عرصه ها و خطرات میتواند محافظت کند. نماز جمعه که حج فقرا هست معادل است با حج که انسان‌های مستطیع به زیارت خانه خدا می‌روند از نظر ثواب و پاداش هم جایگاه والا و بالایی دارد و هم مسئولیت‌ها و یقیناً جنبه‌های اجتماعی مهمترین مسئولیت و رسالت نماز جمعه است. اگرچه امروز 11 اوگست است، در 6 آگوست 1939 تا 1945، یعنی حدود 6 سال که جنگ دوم جهانی در قالب دو اتحاد نظامی حدوداً 6 سال طول کشید، در اثر آن بیش از 100 میلیون پرسنل نظامی در بیش از 30 کشور درگیر شدند. بیشترین شرکت کنندگان در این جنگ تمام قدرت اقتصادی و توانایی های علمیشان را در جهت نظامی به کار بردند. نکته ای را میخوایم عرض بکنم، باید دنیا مخصوصا کشورهای اسلامی به این مقوله فکر کنم که امکانات، ثروت و سرمایه کشورها را به سمت جنگ و کشت و کشتار مدیریت نکنند. باید جهان به سمت زندگی عاری از جنگ هدایت داده شود. پیروزی زمان است که جامعه بشری در جنگ، نه که یک کشور، یک قدرت، یک قاره بر قدرت و کشور دیگر غالب شود، این پیروزی نیست. پیروزی آن است که نه در جنگ، بر جنگ پیروز شوند، جنگی وجود نداشته باشه. چرا جنگ؟ پیروزی واقعی در یک کشور او زمان است که او کشور جنگی نباشه. جنگ معلول حق‌کشی هاست، جنگ معلول بی‌عدالتی است، جنگ نتیجه محرومیت هاست. اگر حقوق همه داده شود، رفاه همگانی تأمین شود، تعصب و فشار و
بیرحمی و بیعاطفگی در جامعه نباشد. چرا مردم سراغ جنگ بروند؟ از افراد که از نظر زندگی و از نظر اجتماعی در شرایط پایین هستند، دشمنان پیشرفت کشورها استفاده میکنند، لذا زمینه جنگ را فراهم میکنند. من به عنوان یک شاگرد مکتب قرآن اعلام میکنم همه رهبران کشورهای اسلامی باید این گونه فکر کنند. در جنگ دوم جهانی که علم به سمت نظامیگری قرار گرفته بود، ثروت و قدرت در اون مسیر هدایت داده شده بود، در یک بسیج نابرابر بین 70 تا 85 میلیون کشته داریم. شوخی نیست، بین 70 تا 85 میلیون کشته. در 6 آگوست، امروز 11 آگوست است، یک بمب افکن آمریکایی اولین بمب اتمی 4 تنی با محتوای 60 کیلوگرم اورانیوم وقتی انداخت به هیروشیمای ژاپن با نام پسر کوچک که دست ساخت بشر بود، خودشان ساخته بود. تاریخ نقل میکنه 80,000 نفر همون لحظه ای که بمب منفجر شد، که ظاهرا هنوز به زمین نرسیده بود، 9 کیلومتر مانده بود به زمین برسه، حدود 80,000 نفر نابود شدن. بعضی ها هنوز زنده بودن، تبدیل شدن به کباب. آمار کشته های بعدی خلاصه خیلی بالا است، حدود 60,000 نفر، شاید بیشتر باشه، 600,000 نفر بعدها در اثر تشعشعات از بین رفتن. این نتیجه ای جنگ است. جنگ خانمان سوزه. امروز هیچ منفعتی برای جنگ نیست. هر که دلش به یک کشور می سوزه بیای زمینه گفتمان را دنبال بکنه، زمینه برادری را دنبال بکنه. هم امارت این مسئولیت داره و هم کسانی که دم از وطن و ملت و مردم می زنن. جنگ به نفع هیچ جریانی نیست. اسلام جنگ در جای اجازه داده که منافع انسانی، منافع اسلامی همگان در خطر باشه، یک کسی تجاوز بکنه. امیدواریم که با بیداری و هوشیاری زمینه یک زندگی انسانی و مسالمت آمیز را انشالله با استفاده از تجاربی که پشت سر گذاشتیم و از راهنمایی های قرآن و دین و اخلاق با زیبایی های فراوان پیغمبر اسلام که با چه وضعیت از مکه مهاجر شد شب، همه می دانین پیغمبر ما شب از مکه مجبور به هجرت شد، 40 نفر آمدن پیغمبر به شهادت برسانن، پیغمبر رفت به غار ثور، امیرالمومنین در بستر پیغمبر خوابید، حضرت ابوبکر امرای پیغمبر به غار ثور رفت، از اونجا مدینه آمدن. اما وقتی پیغمبر پیروز شد، آمد مکه را فتح کرد، اجازه نداد کسی کشته بشه. امروز هر ماجرایی که دنبال جنگ و دنبال تنش است به صلاح ملت نیست، اما لازم است دست محبت به سر همه مردم کشیده شود. همه مردم خودشان را در زندگی اجتماعی، در سرمایه کشور، در منابع کشور، در اداره کشور ببینن. لیاقت ها، ارزش ها، اینها مد نظر باشد. دومین مسئله ای را که عرض میکنم بعد از اون ماجرای تأسف باری که در جنگ دوم جهانی اتفاق افتاد، در سال 1948 دولت های عضو سازمان ملل متحد که او زمان
جدید و تأسیسم بود و نوپا بود، یک کمیسیون را به نام کمیسیون حقوق بشر موظف نمودن تا یک قطعنامه را تحت عنوان حقوق بشر بنویسن. اعلامیه حقوق بشر مشتمل بر 30 ماده است. نخستین فهرست حقوق بشر آزادی های اساسی است. مفاد آن به اشکال دستبندی شده که من نمیتوانم همه اونها را اینجا بخوانم، منتها بالاخره بشر به این نتیجه رسیدن که باید حقوق همدیگر را رعایت کنیم و الا پیشرفت نتیجه نداره، نمی نصیب مردم نمیشه. اگر میخواییم پیشرفت بکنیم در کشور، اقتصاد، آبادی، علمی، از نظر سیاسی یک راه داره، راهش رعایت حقوق هم دیگه است. این سازمان ملل بعد از جنگ‌های خونین خلاصه نتیجه گیری کردن، امروز هم باید به این نتیجه توجه بکنیم که باید حقوق هم دیگر را احترام بکنیم. من یکی از ماده ها را اینجا به عنوان نمونه میخوانم و انشالله که از باب این که نماز جمعه یک جایگاه است برای پیشرفت و بیداری و عزت کشور جوامع اسلامی. بشر به طور کلی یک خانواده میباشن. بشر یک خانواده است. روایات بخوانیم، پیغمبر میفرماید الخلق کلهم عیال الله، مخلوقات همش خانواده خداست. هر کی به مخلوق خدا بیشتر خدمت بکنه خدا اون رو بیشتر دوست داره. حالا بعد از جنگ دوم جهانی سازمان ملل به این مسئله رسیده، اسلام در بد و بعثت پیغمبر به این مسئله توجه کرد، میگوید بشر به طور کلی یک خانواده میباشد که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم آنها را گرد هم آورده. همه ای ما بنده خدا هستیم و همه ای ما انسان ها فرزندان حضرت آدم هستیم و همه ای مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسئولیت برابرن. همه انسان هم. همه برابرن بدون هر گونه تبعیض از لحاظ نژاد یا رنگ یا زبان یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و غیره. و همچنان در مورد کسب تحصیل و آموزش در ماده نهم آن چنین آمده است. ماده نهم، طلب علم یک فریضه است. خب سازمان ملل سال 1948 حرف میگه، اسلام در لحظه ای که پیغمبر مبعوث شد فرمود طلب العلم فریضتون، یاد گرفتن دانش فرض است. این ماده ها را باید توجه کنیم. امروز نمیشود در این دنیا زندگی کرد به این مقوله ها توجه نکرد. ما با استفاده از این همه منابع عزت، منابع پیشرفت اگر بهره نگیریم، فردا هم نسل های آینده و هم جامعه ای که ما در کنارشان زندگی میکنیم از ما شاید حساب بکشن و قطعا ما مؤاخذه خواهیم شد. زیادتر از این فرصت ایجاب نمی کنه. آخرین نکته ای را که در خطبه دوم عرض می کنم، فردا 25 محرم الحرام است. می دانین ایام اسارت اهل بیت است، اما فردا 25 بر روایت روز شهادت آقای ما چهارمین امام ما حضرت زین العابدین پسر امام حسین علیه السلام و شخصیتی که از آغاز حرکت همراه پدر بود و اسارت پشت سر گذاشت، بعد از شهادت پدر نزدیک 40 زنده بود، حدود 35 زین العابدین. 5 خیلی گریه کردند. بکاون عالم، یکیش حضرت آدم بود در فراغ بهش خیلی گریه کرد، یکی حضرت یعقوب در فراغ یوسف،
یک زین العابدین 35 سال اونقدر گریه کرد، نوشتن یکی از 5 نفری که خیلی گریه کرده. من میخوام امروز خیلی کوتاه از آقا شما را سریع سفره دعوت کنم، مطالبی عرض بکنم. امام سجاد متولد سال 38 در کربلا، حدوداً 22 سال داره. حضرت علی اکبر بزرگتر از ایشان است. مشهور اینه که 25 محرم سال 95 به شهادت رسیده. سال 61 تا 95 حدوداً 35 سال بعد از حادثه کربلا زنده بوده. خب دوران یزید دیده، دوران ولید ابن یزید ابن ولید و معاویه ابن یزید که فرصت کوتاهی بود پسر یزید، اون سپری کرده. مروان ابن حکم دیده، عبدالملک مروان دیده، ولید ابن عبدالملک حضرت دیده و در زمان ولید ابن عبدالملک حضرت به شهادت رسیده. یعنی 35 سال حضرت زندگی کردن. پیغمبر روایت داریم وقتی از زین العابدین یاد کرد حداقل 28 سال قبل، چون پیغمبر سال 11 هجری ولادت کرده، زین العابدین علیه السلام 38 هجری به دنیا آمده. پیغمبر وقتی از او یاد کرد فرمود با چشمم گویا میبینم پسرم علی ابن الحسین ابن زین العابدین در پیشاپیش اهل بهش در حال حرکت است. اینا رو باید ما بخوانیم بدانیم زین العابدین کی است. این بزرگوار وقتی از اسارت برمیگرده یکی از برنامه هایی را که دنبال کردن مسئله عزاداری بود. یه عزاداری که امروز ما سر این سفره نشسته ای کم کم داریم به ایام اربعین نزدیک میشیم، این همینطوری نصیب ما نشده. عزیزان من، عزاداران، ارادتمندان به قرآن و اهل بیت، وقتی حضرت برگشت 15 روز در مدینه، خب مدینه شهر پیغمبره، 18 نفر از خانواده پیامبر که یکیش امام حسین رفتن دیگه زنده بر نهشتن. وقتی آمد مدینه 15 روز عزای عمومی اعلام کرد، زن و مرد و کوچک و بزرگ مجلس عزا برپا کردن. زنهای بنی هاشم، بنی هاشم یعنی خانواده پیغمبر، همه شان به دستور امام سجاد 15 روز غذا درست نکردن. دیدین یک کسی میمیره مردم کمک میکنن، 2-3 روز به او اجازه نمیدن غذا بپزه. تا قیام مختار زنهای بنی هاشم از سرمه استفاده نکردن. امام سجاد در اون 35 سال، امروز اگر رسانه هست، امروز اگر فضای مجازی هست، نتو خلاصه ابزار مختلف هست، اون روز اگر نبود امام سجاد در انگشترشان، در سنگ انگشترشان این مطلب را حق کردن. دقت کنین برادر و خواهر، زین العابدین نوشت در نگین انگشترشان خزیه و شقیه قاتل الحسین، فرمود قاتل پدرم امام حسین رسوا شد و بدبخت شد. یک روز امام سجاد کنار مسجد ایستاده بود، یک آدمی نیازمند، گاهی دیدین یک مسلمان فقیر دم دروازه مساجد ایستاد میشه میگه مردم به من کمک کنین، آمده بود از مسلمان ها کمک بگیره. امام سجاد فرمود که خب تو که غریبی، اگر بیمیری آیا تو را دفن میکنن یا نه؟ او گفت انا رجلون غریب فرهمونی، من مرد غریبی هستم، به من رحم کنین. زین العابدین رفت کنارش ایستاد، فرمود ارگاه بر تو تقدیر شده باشد که در اینجا از دنیا بروی، آیا جنازه ات را روی زمین وا میگذارم؟ یعنی تو را دفن نمی کنم؟ مرد غریب با تعجب گفت الله اکبر، چگونه مرا دفن نمی کنن؟ اینها مسلمانم، منم مسلمانم. قدر این مجلس ها را بدانید. امام سجاد شروع کرد به گریه کردن، فرمود پدرم جنازه تو را 3 شبانه روز دفن نکرد. وا اسفا علیک یا ابتا
تبقی سلاست ایام بلا دفن. یه جمله فرمود دلها را آتش میزنه. فرمود تو پسر دختر پیغمبر اسلام بودی و انت ابن و بنت رسول الله. روزی آقا از کنار قصاب عبور میکرد، قصاب را دید حضرت گوسفند مخاط زب کنه. فرمود که قصاب گوسفند آب دادی یا نه؟ گفت آقا قانون ما قصاب ها همینه، هر وقت میخواییم ایوان را بکشیم اول بهش آب میدیم. زین العابدین سلام الله علیه شروع کرد به ناله زدن، و لهفا علیک یا ابا عبدالله، ای داد و بیداد بر مصیبت های تو ای حسین، اشیات لا تزبه، گوسفند نمی کشن اول آب میدن، اما تو را کشتن تشنه در حالی که فرزند دختر پیامبر اسلام بودی. من دیگه نمیتونم از این بیشتر صحبت کنم، فقط یک جمله را عرض بکنم. امام صادق میفرماید جد ما زین العابدین نزدیک 40 سال گریه کرد، روزا روزه داشت، شبها هم شب زنده داری میکرد، وقتی افطاری میآوردن آب، معمولا آدم روزه دار نیاز به آب و غذا داره، چشمش به آب میافتاد گریه میکرد، به غذا میافتاد گریه میکرد، میگفت چطوری من آب و غذا بخورم، فرزند پیغمبر تشنه کشتم. یکی از خدمتگاران حضرت، همین دقت کنین، حدث مولا له، یکی از خادمین حضرت میفرماد انهو برز یومم الی الصحرا، یک روزی آقا رفت دشت بیابان، فتبعتهو، منم دنبال آقا رفتم، فوجدتهو قد سجد علی حجارت خشنه، دیدم صورتش روی یک سنگ ناهموار گذاشته، نه سنگ صاف، و نه اسم او شیقه، من ناله زین العابدین میشنیدم، گریهش میشنیدم، دیدم 1000 مرتبه فرمود لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله تعبدا و رقا، لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا. میگه سرش از سجده بالا کرد، دیدم ریش مبارکش از بس گریه کرده خیس شده. بعد گفتم الحمدلله این روزه ها هم پشتوانه قرآنی داره. بعد گفتم آقا جان چقدر گریه میکنی دیگه بس؟ فقلت یا سیدی اما آن لحزن کن ینقضی، دیگه وقتش نرسیده دیگه گریه نکنی، گریه را تمام کنی، ولی بکای که ان یقل، دیگه گریه ها بس بشه. فرمود وی حق، آی بنده خدا وای بر تو، حضرت یعقوب پدر حضرت یوسف، فرزند اسحاق نوه حضرت ابراهیم، این پیامبرار نام برد. فرمود کان نبی، یه پیغمبر بود، 12 تا پسر داشت، یکیش که یوسف بود، چند سبای غایب شد، باز برگشت، اونقدر گریه کرد نابینا شد. فرمود من میخوایی گریه نکنم در حالی که دیدم 18 نفر فقط از فرزندان اهل بیت در کربلا به شهادت رسیدن. خدا انشاءالله به همه شما گریه کنان صبر و اجر عنایت بکنه. وقتی از آقا سوال کردن آقا در این سفر کجا به شما سخت گذشت، حضور خواهی میکنم 3 مرتبه فرمود شام. خدایا همه ما را در این مسیر یاری بفرما، ملت ما، جامعه ما، دولت ما را در شناخت قرآن و اهل بیت خدایا توفیق روزافزون عنایت بفرما، فرج آخرین ذخیرت برسان، ما را شریک ناله ها و عزاداری های اون عزیز بر اجداد طاهرینش محسوب بفرما. عزیزانی که تأمین امنیت میکنن با حضورشان این فضا را حمایت میکنن، خدایا عزت دنیا و آخرت نصیبشان بگردان. ملتمسین دعا
مریضدارها، مراجع علمای خدوم، اهل خیر، هر کی مشکل داره خدایا همه را حاجت روا بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.